امشب در 24 ادامه واکنش‌ها به گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه نفوذ ایران در غرب، درخواست سناتور جمهوری‌خواه برای تعلیق مجوز امنیتی آریان طباطبایی. همزمان نشریه آتلانتیک میگه دفاع بعضی چهره‌ها از اعضای شبکه نفوذ تهران از اتهام‌های جدی اونها چیزی کم نمی‌کنه. در آستانه جمعه خونین در زاهدان با تیراندازی نیروهای امنیتی دست کم 22 نفر زخمی شدند که 4 نفرشون کودک زیر 14 سال بودند. نگرانی در اقلیم خودمختار کردستان از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی. فارن پالیسی میگه بی‌اعتنایی واشنگتن به اربیل تهران رو جسورتر از گذشته کرده. و درخواست اعضای نشست مسکو از امارت اسلامی طالبان برای تشکیل حکومتی فراگیر. مقامات کابل میگن کشورهای منطقه به جای تجویز نسخه با ما تعامل کنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه واکنش‌ها به انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم‌گیری آمریکا، جونی ارنس سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد شدید از آنچه او مماشات دولت بایدن درباره جمهوری اسلامی خونده، گفته مجوز امنیتی آریان طباطبایی باید تعلیق بشه. نشریه آتلانتیک هم نوشته دفاع بعضی چهره‌ها از اعضای این شبکه و تقلیل فعالیت‌هاشون به تلاش برای برقراری فرایند گفتگو باعث کاهش اتهام‌های جدی علیهشون نمیشه. به گفته این نشریه نکته هشدار دهنده در این گفتگوها لحن اعضای این شبکه در مکاتبات و بی‌دغدغگی اونها از تبدیل شدن به ابزار سیاسی جمهوری اسلامیه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، در این دو سه روز گذشته گفته بودم که گمان می‌کنم که احتمالاً واکنش‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد، حالا داریم می‌بینیم از جمله همین حرفایی که خانم جونی ارنست زده. بله، و جمهوری خواهان هر جایی که جبهه جدیدی پیدا میکنن به دولت بایدن میتازن در این زمینه. این در واقع رد و بدل شدن اطلاعات، گفتگو یا حداقل سوال جوابایی که خانم جونی ارنست از این مقام ارشد دولت بایدن آقای دریک شلت که قرار بود تایید صلاحیت بشود، ایشون تا همین جلسه روز گذشته برای وزارت خارجه کار میکرد و قرار بود در پست جدیدی برای مشاور حقوقی در پنتاگون ایشون بیاید جلوی این کمیته در سنای آمریکا، کمیته روابط خارجی، و اونجا خانم جونی ارنست از ایشون سوال پرسید است در مورد آریان طباطبایی. نکته این است که در طول دو سه روز گذشته وقتی از مقامات دولت بایدن در این زمینه سوال می شود، اولا خیلی راحت نیستن برای جواب دادن. جواباشون به این گونه نیست که بگوین خب این یک روند عادی است، کسایی که برای ما کار میکنند این یک جزء یک فعالیت عادی است، اونا دارن فعالیت دیپلماتیک میکنند، به عبارت دیگر دفاع نمیکنند از این اتهامات، ولی در این حال میگویند که یک روند بروکراتیکی وجود دارد. حداقل پنتاگون میگوید این روند یک بار طی شده است، مشکلی وجود نداشته است، و حالا به خاطر اون چیزی که سناتورهای آمریکایی فشار میآورند و میخوان، پنتاگون میگوید که دوباره بررسی خواهند کرد مجوزهای امنیتی خانم آریان طباطبایی رو. نکته این است که پس از اینکه صحبت‌های خانم جونی ارنست تموم شد و اومد روی حساب توییتریش یا ایکس کنونی، در اون زیر چیزهایی که نوشت نشان دهنده سرخوردگیش بود از جواب‌هایی که دریافت کرده، به نظر میاد قانع نشده است از پاسخ‌هایی که در این جلسه شنیده است. و بخش‌هایی از این گفتگو بین خانم جونی ارنست از حزب جمهوری‌خواه و آقای دریک شلت که قرار بود صلاحیتش تایید بشود در جلسه سنای آمریکا گوش بدید. من به طور مداوم تلاش کردم تا هر دو حزب رو برای مقابله با ایران هدایت کنم. من خیلی ناراحت هستم از اینکه دولت بایدن از طریق استراتژی مماشاتش در قبال اقدامات ایران آمریکایی‌های زیادی رو در معرض خطر قرار میده. آیا فکر می‌کنید عاقلانه است که فردی که با دولت ایران ارتباط داشته شغلی با این درجه از حساسیت که مربوط به مبارزه با تروریسم هست رو در دولت آمریکا داشته باشه؟ اتهامات خانم طباطبایی مبنی بر همکاری او با عملیات اطلاعاتی ایران برای گمراه کردن مراکز آمریکایی در دست بررسی است. آیا فکر نمی‌کنید باید مجوزهای امنیتی او را به حالت تعلیق در بیاریم؟ همچنان با آرش علایی هستیم از کنگره. آرش، فقط کنگره نیست، رسانه‌های مختلف آمریکا هم دارن
واکنش نشون میدن. مطمئنم مقاله آتلانتیک رو خوندی، ادبیاتی نسبتاً تند داره. حالا من اینجوری کاراکترش رو تند واقعا بررسی فکر نمی کنم تند باشه، فکر می کنم خیلی منطقی است، به خاطر که از لحاظ کار مقاله آتلانتیک داره این ایمیل ها رو بررسی می کنه. از لحاظ منطق پروفشنالیسم، حرفه‌ای‌گری، شما اگر واقعا یک خبرنگار هستید، بنده خبرنگار هم با هزار یک منبع مختلف در ارتباطم، قبلا هم با وزیر امور خارجه آمریکا هم مصاحبه کردم، در ایمیل های من نخواهید دید که نوشته باشن اکس یور اکسلنسی مایک پومپئو، و این چیزی است که در مورد این ایمیل ها شما میبینید به آقای ظریف کلمه یور اکسلنسی استفاده کردن، عالی جناب بارها گفته شده است، نه که غیر قانونی باشد، غیر حرفه‌ای است که شما بیایید اگر کار حرفه‌ای دارید میکنید به وزیر امور خارجه کشور دیگری که میخواهید باش مصاحبه بکنید، از ارزش کار شما میکاهد، یعنی نشان میدهد که شما به اون سمت متمایلید، نشان میدهد دیگه بی‌طرف نیستید. و مقاله اتلانتیک هم به همین نکته ها اشاره میکند، به نکته ای که مثلا خانم باتمان گلیش در جواب نشریه اتلانتیک گفته است که اینها خیلی عادی است و اینجور مکاتبات بین خیلی از اندیشکده ها و اونهایی که در کار تحقیق در مورد ایران هستن یا خاورمیانه اتفاق میافتد. و بعد باز مقاله اتلانتیک میگوید اینطور نیست، به خاطر اینکه اگر الان طبق اون چیزی که نویسنده مقاله میگوید بله بیایید بعضی از ایمیل های خود اون نویسنده مقاله هم گزینشی بنویسید، یک جایی ممکنه خیلی نزدیک به حقیقت به نظر بیاد، ولی به قول نویسنده مقاله انقدر بد به نظر نمی آید که ایمیل های علی واعظ، آریان طباطبایی، دینا اسفندیاری، خانم باتمانگلیچ و بقیه این کسایی که در اسمشون در این لیست هست بد به نظر می آید، به خاطر که سوال هایی از اونها می پرسند که انگار قرار است خط بگیرن من برم اسرائیل یا نرم اسرائیل، برم عربستان سعودی یا نرم عربستان سعودی. و این نکات وقتی که حتی میبینید که از اون از طرف ایران میایند و بهشون میگویند که از طرف مقامات جمهوری اسلامی که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستند میگویند عربستان رو برو ولی اسرائیل رو نرو، بعد میبینید شما همین هم اتفاق میافتند، این نشان دهنده خط دادن هست. صحبتی هم که نویسنده مقاله اتلانتیک میکند این است که این رفتار اگر غیر قانونی نباشد بسیار غیر حرفه‌ای است. ممنونم از سوالش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. همونطور که آرش هم گفت واکنش‌ها زیاد بوده هم در کنگره آمریکا، به خصوص در بین جمهوری خواهان. همونطور که شنیدید سناتور جونی ارنز خواهان لغو مجوز امنیتی آریان طباطبایی شده. نشریات مختلف آمریکایی هم در چند روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به گزارش مشترک ایران اینترنشنال و نشریه سمافور در مورد گروهی از شهروندان ایرانی تبار که روابط نزدیکی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشتن منتشر کرده. دامون گلریز از لاهه هلند به ما پیوسته، تحلیلگر سیاسی. آقای گلریز، به نظر میاد بی‌انصافی نخواهد بود اگر بگیم یه نیمچه زلزله اینجا در واشنگتن دی سی به پا کرده این خبر؟ درود بر شما فرستاد، بینندگان عزیز. دقیقا همینه، به قول یونانیان قدیم شما این جعبه پاندورا رو باز کردید و واقعا تازه این آغاز کار من. پادکستی رو که از یکی از همکاران شما گوش می‌کردم مطرح کردن که این ده‌ها هزار اگر اشتباه نکنم ایمیل‌ها تازه آغاز کاره و الان بحث نهادها مطرحه. می‌دونید که نهادهای مختلفی هستند، از رسانه‌ها بگیرید تا نهادهای همین اندیشکده‌هایی که به هر حال سعی کردن در اون دوران با یک توهمی به معنی اینی که فرض بکنید دولت روحانی و جواد ظریف میتونن در ایران تحولی رو برای برجام دو سه انجام بدن، سعی کردن که تمام حمایت خودشون رو از این توافق انجام بدن. آقای فرزاد، اگه خاطرتون باشه سال دقیقا حدود 5-6 ماه بعد از اجرای توافق برجام در حدودا می 2016 یک گزارش اومد در مجله نیویورک تایمز از بن رودس که معاون مشاور امنیت ملی اوباما بود، در اونجا از چیزی به نام اتاق پژواک عملا خودش نام برد و گزارشگر این یادداشت و این گفتگو، این اتاق پژواک هدفش این بود که توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و واشنگتن رو به خورد ملت بده از طریق رسانه‌ها، و اینو خود بن رودس مطرح کرد، یعنی مشاور امنیت ملی اوباما. دقیقا همین اتفاق رو من الان شاهد هستم در خصوص میتونیم بگیم
به شکل دیگه‌ای برای مسائلی که به ایران برمیگرده. ولی اینجا نکته اصلی که من فکر می‌کنم در این رسانه‌ها کمتر بهش پرداخته شده، انگیزه تهران هست که این ایمیل‌های یاهو و جیمیل رو به گمان من، البته این گمان من هست، به شکلی به نفعش هم هستش که به دست این رسانه‌ها رسیده بشه و این به بیرون بیاد. ببینید الان تهران تایمز و کیهان تهران بعد از چند روز که گذشته کاملا سکوت کردن، در صورتی که تهران تایمز اگه خاطرتون باشه از ماه ژوئیه چندین یادداشت و حتی مدارکی رو بیرون آورد برای تخریب همین شبکه‌ای که الان مد نظر هست. به نظر من اینجا یک معادله سیاسی هم مطرحه و این معادله سیاسی این هست که به نظر میاد تهران به این نتیجه رسیده که این شبکه رو تخریب بکنه از طریق همین گزارش ها، چه در داخل و چه در خارج با کمک اطلاعاتی که به بیرون داده، و من خیلی خوشحالم از این موضوع. ولی برای تخریب هدف این هست که اگر در ایران تحولی رخ بده، دوباره مردم به خیابان بیان، دوباره در ایران یک نوع اعتراضات گسترده ای انجام بشه، قطعاً اون کسانی که در تهران از مقامات پیشین جمهوری اسلامی بهترین ارتباطات رو با دنیای غرب دارن از طریق همین شبکه‌ها و همین افراد و همین در عمل روابط هست، و نگرانی تهران همین روابطه. و برای قطع کردن این روابط در فضای کاهش تنشی که ما بین تهران و واشنگتن می‌بینیم، به دنبال اینه که در عمل این یک دست شدن حکومت رو برای بقای حکومت به دست بیاره. از این جهت من فکر می‌کنم باید نگاه و سکوت امثال تهران تایمز و کیهان تهران رو معنا کرد. ولی خب چیز جدیدی نیست، همونجوری که عرض کردم در سال 2016 در خود رسانه‌های آمریکا مطرح شد که چنین اتاق پژواکی هست، و این اتاق پژواک اصلا کارش همین هست که توافق هسته‌ای رو به رسانه‌های غربی و از طریق رسانه‌های غربی قطعاً هم به نوعی به مردم ایران به اصطلاح بفروشه. آقای گلریز، خیلی از چهره‌هایی که در این گزارش بهشون اشاره شده آنقدر هم مخفی نمی‌کردن که روابطی دارن با مقامات جمهوری اسلامی. یعنی مثلا در مورد آقای واعظ حتی تصویراش مشخص بود، در تهران عکس گرفته با هاشمی رفسنجانی، یا در مذاکرات هسته‌ای در پایتخت‌های مختلف اروپایی بارها رو در کنار هیئت‌های ایرانی دیده بودیم. چیز عجیبی به نظر نمی‌رسید که اگر اون مکاتباتی با مثلا جواد ظریف داشته باشه. به گمانم شاید اون چیزی که یک مقدار شوکه انگیزتر هست برای بسیاری کم و کیف این مکاتبات، اینطور نیست؟ دقیقاً کم و کیف این مکاتبات هست، و به خصوص در مورد خانم آریان طباطبایی که خب به هر حال ایمیل هایی که بیرون اومده کاملاً ایمیل هایی که همونجوری که همکار شما هم مطرح کردن، اگر مشکل امنیتی نداشته باشه براش، حداقل حرفه‌ای نیست که برای سفر به اسرائیل یا برای در عمل انتشار یک مطلب این رو با مقامات جمهوری اسلامی مد نظر قرار بده. حتی اگر ما تصور بکنیم که هدف برای این بوده که بتونه کمک بکنه به روند رسیدن به توافق، به عنوان یک اکادمیسیان، به عنوان یک کسی که باید مستقل باشه و خودش رو به عنوان شخصیت مستقلی مطرح میکنه، این کار درستی نبوده. ولی به نظر من این تازه شروع کاره، در دنیایی که ما در اون نزدیک به نیم میلیارد توییت یا ایکس یا پست های ایکس به اصطلاح در روز باعث میشه که این فضای جنگ روایات مطرح بشه، این بسیار تاثیرگذاره. خاطرتون باشه که خرداد ماه که ظریف اون سخنرانی خودش رو کرد، به عنوان کسی که به هر حال پشت این قضايا بوده و در نظر بوده، مطرح کرد که بزرگترین مشکل و چالش جمهوری اسلامی مسئله ادراکیه. مسئله ادراکی یعنی همین، یعنی تسخیر قلوب و ادراک مردم از طریق رسانه‌ها، از طریق همین یادداشت‌ها، از طریق همین روابط. و اتفاقا این همون مسئله ادراکی که ظریف گفت همون چیزیه که خامنه‌ای بهش میگه جهاد تبین، یعنی در عمل استفاده از همین جنگ نرم، و همه اینها به هم مرتبطه. ولی مشخصا آقای فرزاد، من فکر میکنم که سکوت تهران در این خصوص برمیگرده به این که جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده که این افرادی که تا قبل از این برای فروش توافقات و روابط خودشون، حتی رابرت مالی و افرادی که نزدیک به اون هستند رو به اصطلاح دیگه نیازی بهشون نیست، اینها در عمل یک
سدی هستن برای بقای حکومت، چون میتونن ارتباط بگیرن با دنیای غربی که در ایران تحولات رو دنبال میکنن و اگر در ایران اتفاقی بیفته ممکنه اینها نقشی بازی بکنن برای تحولات در درون و میخوان کاملا این نقش و این ارتباطات رو قطع بکنن. و من فکر میکنم ما با واکنش ها در آینده واکنش های جدی تری چه از این طرف و چه از اون طرف مواجه خواهیم شد. دامون گوری، تحلیلگر سیاسی از لاهه، ممنونم از شما. زنده باشید. این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل‌تر به این موضوع می‌پردازیم. ساعتی پیش در استان سیستان و بلوچستان مردم در خاش و زاهدان در آستانه سالگرد جمعه خونین بعد از نماز جمعه به خیابون‌ها آمدن و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. اما تجمع اعتراضی اونها با خشونت نیروهای امنیتی روبرو شد که بنا به گزارش شهروندان از چند روز پیش به زاهدان اعزام شده بودند. در نتیجه تیراندازی و خشونت نیروهای امنیتی دست کم 23 نفر زخمی شدند. دست کم 4 کودک زیر 14 سال هم جزء زخمی ها هستند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار میگه جمهوری اسلامی تلاش میکنه اعتراضات سیستان و بلوچستان رو مذهبی و قومی جلوه بده، در حالی که به گفته او خواسته معترضان در سیستان و بلوچستان خواسته همه مردم ایرانه. نکته بسیار کلیدی که وجود داره با اینکه اهل تسنن تحت فشار حکومت هستن، فشار مذهبی، و سیستان و بلوچستان هم یکی از محرومترین نقاط ایران هست، منتها اعتراضاتی که در اونجا هست در زاهدان اعتراضات ملی است و همین هم در واقع بچه ممیزش هست. حکومت به صورت غیر مستقیم سعی میکنه این رو اعتراضات اهل تسنن به حکومت یا اعتراضات مولوی ها به حکومت یا اعتراضات بلوچ ها به حکومت معرفی کنه. تو این جلسه چند هفته پیش آقای محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با سران طوایف جنوب شرق ایران، اونجا آقای پاکپور میگه دشمنان سعی دارن تلاش میکنن، ادعا میکنه که ما از مرکز نیرو برداریم بیاریم اونجا و اونجا رو منطقه بسته نظامی بکنیم. و بعد باز دوباره در حرفاش اما طوری توضیح میده که انگار این مشکل بخشی از اهل تسنن است، با اینکه حقیقت نیستش که این مشکل در واقع اعتراضات سیستان بلوچستان بخشی از اعتراضات ملی مردم ایران هست که حالا در سیستان و بلوچستان به دلایل متعدد از جمله به دلیل اعتماد بیشتر مردم به رهبرانشون اونجا در خیلی سازمان یافته تر هست. امروز به حرفای آقای مولوی عبدالحمید نگاه کنید، میگه فساد و بی اخلاقی کشور رو فرا گرفته. راجع به سیستان خیلی حرف نمیزنه، میگه آزادی بیان، آزادی سیاسی، نه آزادی تجمعات خواسته مردم ایران است، نمیگه اهل تسنن فلان. میگه اگر خواسته های ملی و مطالبات همه مردم ایران برآورده شود، اون موقع خانواده های کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هم گذشت خواهند کرد. میبینید چه نگاه ملی داره، درخواستاش چیه؟ میگه زندانهای سیاسی کشور آزاد بشه. به همین خاطر هم هست که مردم در شهرهای دیگه میگن از زاهدان مثلا تا تهران جان فدای ایران، یا از زاهدان تا گیلان جان فدای ایران. منظورم این هستش که ما خیلی باید مواظب باشیم که اعتراضات زاهدان رو اعتراضات ملی
ملی ایرانیان بدونیم که اونجا خب پررنگ‌تر هست. بخش‌هایی از نیروهای حکومتی یا بخش‌هایی حتی ممکن است فعالان به اصطلاح بلوچ که سعی کنن اعتراضات قومی معرفی کنن رو باید خیلی مواظب باشیم، اجازه ندیم. حالا این داستان در واقع جمعه خونی حدود 100 کشته شهید و 300 مجروح توی همه این مدت داستان نامکشوفی نمونده، در بولتن حک شده خبرگزاری فارس که ما دیدیم اون تو خیلی روشن آمده که مال فرمانده کل سپاه است. اون تو خیلی روشن آمده که علی خامنه‌ای میدونه نیروهای نظامی از تیروار استفاده کرده. اونجا خیلی روشن آمده علی خامنه‌ای گفته فعلا مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید بلکه بی‌آبروش کنید. میخوام بگم این داستان خط مقدم استبداد با مطالبات مردم ایران هست. ظاهرا حکومت قصد نداره رسیدگی بکنه، امکان رسیدگی هم نداره، با ساختار فعلی متأسفانه توان رسیدگی هم نداره. برای منطقا داستان ادامه پیدا خواهد کرد، یا حکومت میره به سمت اینکه تهدیدات محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه رو در واقع علنی بکنه، یا اینکه برای شاید اولین بار در ماه‌های اخیر مردم ایران میتونن یه امتیازی از حکومت بگیرن. مهدی مهتوی آزاد بود، روزنامه‌نگار در بن آلمان. خبرگزاری ایرنا در گزارشی درباره میزان ذخیره سدهای آب شرب و کشاورزی نوشته در سال آبی گذشته 16 سد مهم ایران در مجموع فقط کمتر از 45% پر شدند. از بین این 16 سد ایرنا نوشته سد سیرجان 10%، سد ساوه در استان مرکزی 9%، سد طرق در خراسان رضوی 8%، سد دوستی در همین استان 7% و چاهنیمه های سیستان و بلوچستان فقط 4% پر شدند. در استان گلستان میزان پرشدگی سد وشبگیر سال پیش 67% بوده، اما در حال حاضر به گزارش ایرنا خشک شده و هیچ آبی نداره. روزبه اسکندری کارشناس منابع آبی اینجا در استودیو با ماست. ایران یک سابقه طولانی داره در سدسازی، به خصوص در اون دوران هاشمی رفسنجانی برای توسعه اقتصادی، ولی به نظر میاد الان پاشنه آشیل هم محیط زیست شده هم منابع آبی. کاملا درسته. خب جمهوری اسلامی تکیه کرد صرفاً به مدیریت سازه‌ای، اون چیزی که ما بهش میگیم مأموریت هیدرولیکی. پس از دوران جنگ با عراق، آن چیزی که به عنوان مفهوم سازندگی شناخته میشد در ایران، ساختن سدهای بیشمار بود به این منظور که بتونن منابع آبی رو در ایران مدیریت کنن. خب متاسفانه به روش‌های پایدار و سازگار با محیط زیست مثل آبخانداری، مثل آبخیزداری توجهی نشد. و خب قطعا در تعریف اون پروژه ها از ابتدا، یعنی از زمانی که شما طرح توجیه رو تهیه می‌کردید تا واگذاری اون به پیمانکار، خب نهادهای قدرت مثل سپاه پاسداران نقش داشتن و خب قطعا مشوق بودن که این مدیریت سازی ادامه پیدا بکنه. وضعیت که امروز با ماش مواجه هستیم فرد دادین که خب با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی تأثیراتی که بر روی ایران داره باعث شده بارش در ایران هم مقدارش کمتر بشه و هم الگوی اون تغییر بکنه، یعنی بارش‌ها بیشتر از سمت برف به بارون آمده و خب در طول این سال‌ها به دلیل همین سیاست‌های غلطی که گفتم سبب شده که رطوبت خاک به شدت در ایران پایین بیاد، قابلیت جذب آب در خاک کمتر و کمتر بشه و خب زمانی که ما شاهد بارش‌های ناگهانی به ویژه در فصول تابستان یا پاییز هستیم سبب میشه که خب سیلاب در ایران را بیفته و آسیب‌های جدی بزنه. دشت‌های سیلابی ما به شدت مستعد هستن متأسفانه برای موضوع و خب با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی میره به سمت اینکه ما بارش‌های بیشتری رو کارشناسان تا 40% برآورد کردن داشته باشیم، از الان باید به فکر مدیریت بحران باشیم، وگرنه خب فجایع زیادی رو متأسفانه شاهد خواهیم بود. معمولا خب تأسیس سد مثل زدن یک آپارتمان یا ویلا که نیست، خیلی پروژه بزرگیه، تحقیقات گسترده قبلش بعدش معمولا صورت میگیره. چطور هستش که این پیش بینی ها رو نکرده بودن؟ ببین فرداد، زمانی که شما یک سد رو میخواهید طراحی بکنید، جدا از مسائل طراحی سد به عنوان یک سازه، باید توجه بکنید سد یک موجودیت تاثیرگذار بر روی اقلیم محلی و بعضن اقلیم جهانی است. ارزیابی مطالعات محیط زیست، اون چیزی که از برنامه هفتم توسعه هم آمدانه کنار گذاشته شد، یعنی شما زمانی که یک سد رو میخواید احداث بکنید باید به تمام جوانب اون نگاه بکنید، چه تأثیری در بالا دست میگذاره، چه تأثیری در پایین دست میگذاره، چه تأثیری بر اقلیم منطقه میگذاره، جوامع محلی رو چقدر تحت تأثیر قرار میده. متاسفانه زمانی که شاخص سازندگی در ایران شد سدسازی های بیرویه، خب از اون موقع به بعد ما شاهد بودیم که طرح های توجیهی بیشتر حالت توجیه داشتن تا اینکه بخوان طرح ها رو در فاز صفر یا فاز مطالعاتیش به درستی بررسی بکنن. امروز در دنیا این مفهوم شناخته شده که سدسازی تنها راه کنترل سیلاب یا به دست آوردن برق نیست، روش های پا
پایدارتری وجود داره، ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ وقت نگاه به درستی شناخته نشده و ما همونطور که در گزارش شما هم مشاهده کردیم بسیاری از سدها از جمله دو سد مهم وشمگیر و سد دوستی که خب خراسان رضوی و سمنان رو و گلستان رو تامین آب میکنن دچار خشکی شدن. این رو هم بگم حجم دریاچه پشت سد یا رزروار شاخص خوبی نیست، شاخص مطمئنی نیست، چون مقدار زیادی از اون آب به خاطر اینکه به درستی در واقع پاکسازی نشده شامل رسوب هست و خب اگر رسوب زدایی نشه و اگر پاکسازی نشه عملا نمیشه از قسمت زیادی از اون آب استفاده کرد، کمان که ما شاهد بودیم همین چند ماه گذشته در تهران زمانی که اون اتفاق برای اون سد افتاد 3 میلیون نفر در تهران بیاب شدن. شرایط ایران متاسفانه از مرحله تنش آبی گذر کرده و همونطور که دانشمندان ایرانی مثل دکتر کاوه مدنی معتقد هستند به ورشکستگی آبی رسیده و متاسفم میگه بگم این شرایط با توجه به تأثیر تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی بدتر هم خواهد شد. حالا این سدها بالاخره به درست یا به غلط ساخته شدن، میلیاردها دلار هزینه شده در سراسر ایران، آیا در کوتاه مدت میان مدت راه حلی وجود داره که بشه از این بحران عبور کرد؟ راه حل این است که ما شرایط جغرافیایی و اقلیمی رو پیش بینی بکنیم، اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. دریاچه ارومیه که 95% از حجم خودش رو از دست داده، همچنان ایده به دنبال این هستن که اون چند رودخانه کوچکی که این دریاچه رو تغذیه می‌کنن رو هم با سدهای دیگر ببندن. اون چیزی که ما مشاهده نمی‌کنیم در جمهوری اسلامی نگاه توسعه پایدار محور هست و اینکه روش‌های ارزان‌تر سازگارتر با محیط زیست مثل آبخانداری، مثل آبخیزداری، مثل خراش دادن زمین، مثل تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها وجود داره. ما چیزی نزدیک به 250 میلیارد متر مکعب بیلان منفی آبمون هست، با آبخوان‌هامون بدهکار هستیم و این بدهی انباشته هر سال چیزی نزدیک به 30 میلیارد متر مکعب هم بیشتر میشه. کشاورزی در ایران صورت میگیره به اسم خودکفایی کشاورزی ناپایدار هست و منابع آبی ایران و آبخوان‌ها رو متاسفانه بیشتر از این تحلیل خواهد برد. باید یک تغییر نگاه و تغییر روش صورت بگیره که بتونیم روان آب‌ها و بارش نزولات جوی رو بتونیم در ایران مدیریت بکنیم و بتونیم شرایط رو از این چیزی که هست باعث بشیم که بدتر نشه. ما اون وقت با مسائل جانبی مثل فرونشست هم مواجه هستیم که حتما اخبارش رو شنیدی که دیگه به سازه های شهرهای مهم مثل اصفهان یا شیراز رسیده و خب مثل یک سرطان، مثل یک زلزله خاموش متاسفانه جان بیش از نیمی از مردم ایران رو تهدید میکنه. سپاسگزارم روزبه اسکندری، کارشناس منابع آب، اینجا در استودیو با ما. فارن پالیسی میگه اختلافات داخلی در کردستان عراق و بی‌توجهی آمریکا به متحدانش در این اقلیم این منطقه رو تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار داده. فارن پالیسی میگه تمرکز آمریکا روی اوکراین و چین و رقبای دولت اقلیم کردستان از این فرصت استفاده و دولت رو تضعیف کردن. این گزارش میگه گروه‌های مورد حمایت ایران کنترل قوه قضایی عراق رو به دست گرفتن و با اخلال در صادرات نفت به ترکیه اقتصاد اقلیم رو فلج کردند. پیشتر هم مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نامه‌ای به کاخ سفید هشدار داده که کردستان و نظام فدرال عراق با سقوط قریب الوقوع روبروه. او خواهان مداخله آمریکا شده. فرزین کرباسی فعال سیاسی از سلیمانیه عراق با ماست. آقای کرباسی، چقدر به نظرتون این هشدار مسئولان اقلیم کردستان عراق میتونه جدی باشه که خودمختاری نسبی این منطقه در حالت فروپاشی عملا؟ ببینید، در حقیقت بغداد و کشورهای مجاور اقلیم کردستان عراق خواهان این مسئله هستند. 10 سال هست که اقلیم کردستان عراق زیر فشار بغداد هست. در زمانی که جنگ داعش شروع شد، این فشار اقتصادی بر حکومت اقلیم وارد شد و متاسفانه در این 10 سال این روند هرچه بیشتر شده و بعد از حکم دادگاه اصطلاحاً بین المللی که در فرانسه بود، هم ترکیه و هم اقلیم زیر فشار قرار گرفتن و صدور نفت قطع شد و اون اقتصاد مستقلی که ازش صحبت شده بود قطع شد. دادگاه فدرال عراق عملاً در دست چارچوب هماهنگی هست و اکثریت قضات از طرف اونا منتصب هستند. برای همین این فشاری که امروز ما روی اقلیم می‌بینیم در واقع ابعاد بزرگتری هم داره. زمانی که نخست وزیر اقلیم در قطر در مورد صدور گاز به اروپا صحبت کرد، چند روزی طول نکشید که با موشک منزل رئیس اون کمپانی که گاز و نفت کردستان رو در واقع روش کار میکنن مورد هدف قرار گرفت. ابعاد بسیار بزرگی داره این فشارها، ولی در کل یک واقعیت وجود داره که
حکومت اقلیم با نبود اتحاد ما بین احزاب تشکیل دهندهش و اون نبود تفاهم سیاسی در بغداد و نتونستن درست نمایندگی بکنند، این فشارها رو بر خودشون روا داشتند. چقدر فکر میکنید نقش جمهوری اسلامی در این وسط پررنگ بوده؟ خیلی خیلی بسیار بسیار پررنگ هست، برای اینکه شما میدونید چارچوب هماهنگی که الان حکومت عراق رو داره اداره میکنه در واقع منصوب جمهوری اسلامی هستند. این احزابی هستند که جمهوری اسلامی اونا رو هدایت میکنه. آقای صدر از پروسه اداره عراق خارج شد و تمام اون پست هایی که خالی شد افراد نیروهای وابسته به ایران پر کردند و عملا الان حکومت اسلامی ایران در واقع حکومت عراق رو داره اداره میکنه و هیچ چیزی خارج از چارچوب خواسته های اونا نیست. برای همین این فشار بر اقلیم در واقع اون جایی هست که دیگه کمرشکن شده. وقتی که حقوق مردم کردستان عراق رو نمیفرستن با اینکه نفت رو تسلیم کردند. ببینید نفت الان تسلیم عراق شده ولی صادر نمیشه و دولت عراق داره کمکاری میکنه برای فرستادن اون تعهداتی که خودشون داده بودند. البته اینجا باید اشاره کرد نبود افراد تاثیرگذار در بغداد. ببینید زمانی که شادروان جلال طالبانی بود این مشکل ها بسیار کم بود چون میتونست بالاخره تأثیراتی در این تصمیم ها داشته باشه. امروز خالی هست، صحنه خالی هست و عوامل جمهوری اسلامی که در عراق رو در دست دارن در واقع تصمیم اول و آخر رو میگیرند. ممنونم از شما فرزین کرباسی، فعال سیاسی از سلیمانیه عراق. رویترز میگه به جزئیات توافق احتمالی ریاض و واشنگتن برای راضی کردن عربستان سعودی برای برقراری روابط با اسرائیل دست پیدا کرده. این خبرگزاری این توافق رو به ماده پنجم پیماننامه ناتو شبیه دونسته که آمریکا رو ملزم به دفاع از سعودی‌ها در صورت حمله نظامی میکنه. رویترز میگه سابقه گفتگوها بر سر این پیمان دفاعی به سال 2022 و دیدار بایدن و بن سلمان برمیگرده. در این گزارش اومده که سعودی‌ها به دنبال اینن که در ازای برقراری رابطه تعهدات مشابهی با آنچه که واشنگتن برای اسرائیل قائل شده به دست بیارن. تضمین‌هایی که واشنگتن رو موظف می‌کنه پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و نظامیش رو در اختیار ریاض قرار بده. حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب از واشنگتن با مساق هاشمیان. اگر این گزارش رویترز درست باشه خب یه کارت بیمه خیلی قوی در دست سعودی ها قرار میده، اینطور نیست؟ تا حدودی میبینیم این قضیه الان از یک پیمان دفاعی استراتژیک به یک معاهده نظامی تقلیل پیدا کرده، یعنی کاری که قبلا با بحرین یا کره جنوبی صورت گرفت. البته کره جنوبی اخیرا وارد اون در واقع بلاک جنگ سایبری ناتو شد ولی بحرین چین حالتی نداره. من فکر میکنم تمام این قضایایی که الان به این شکل داره مطرح میشه و رویترز اونها رو منعکس میکنه فشارهایی است که اخیراً بعد از اعلام فرستادن سفیر سعودی به فلسطین و صحبت‌هایی که بن سلمان در مورد فلسطین و همینطور وزیر خارجه آقای فیصل بن فرهان در سازمان ملل و در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردن، من معتقدم این بحث الان به این شکل واکنشی شده چون که موضوع سفر سفیر سعودی به فلسطین یک مسئله جدیدی رو مطرح کرد. اولا فلسطینی‌ها خیلی استقبال کردن که این ممکنه منجر به تشکیل دولت فلسطین بشه و ثانیاً نایف سودیری که به عنوان سفیر انتخاب شده کنسول سعودی در قدس شده، یعنی از سال 1967 که در واقع سعودی‌ها کنسولگریشون اونجا تعطیل کردن، این یک نوع بازگشت به موضوع 1967 محسوم میشه و این به مذاق اسرائیل خوش نمیاد. ضمن اینکه سفیری که معرفی شده به فلسطین سفیر تحت عنوان خادم الحرمین الشریفین، یعنی لقبی که قبلا عثمانی‌ها و بخصوص سلطان عبدالحمید عثمانی داشت در مورد
فلسطین و اینکه اون موقع هم اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخت. این بحث هایی که به این شکل مطرح شده به مذاق اسرائیل خوش نمیاد و فشار وارد کردن در ایالات متحده، همینطور فشارهای زیادی برای آقای بایدن بر سر این مسئله هست و من فکر میکنم این قضیه الان به این شکل داره مطرح میشه. چقدر فکر میکنید که حتی اگر این توافق نمی بود سعودی ها نگران یک وضعیت امنیتی میتونستن باشن، برای اینکه اتفاقات دیگری هم که در منطقه رخ داده برای متحدان آمریکا یاد دارید، جنگ عراق و کویت رو آمریکایی‌ها بالاخره وارد شدن، نیروهاشون رو زمین آوردن و کمک کردن به کویت. یعنی میشد حد زد که روابط ریاض و واشنگتن اونقدر گرم هستش که اگر تهدید مشابهی متوجه عربستان سعودی بشه هم آمریکایی‌ها در هر صورت وارد میشدن، اینطور نیست؟ ببینید، اتفاقی که در سال 2019 اتفاق افتاد و حمله شد به مراکز نفتی سعودی که البته جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئولیت این قضیه رو به عهده نگرفت، ولی واکنشی که ایالات متحده در اون زمان انجام داد مورد قبول سعودی ها نبود. مثلا اونجا 700 تا سرباز آمریکایی وجود داشت، 2000 تا دیگه به اونها اضافه شد که سایت های در واقع دفاعی رو هدایت کنن و این در یک وضعیت دفاعی آمریکا رو در کنار سعودی مطرح میکنه، در حالی که سعودی ها میخوان که طبق اون چه که آمریکا تعهد داره در ناتو وقتی که حمله ای میشه به یکی از اعضای ناتو بلافاصله آمریکا وارد بشه و نه فقط آمریکا، 27 کشور دیگه وارد بشن و دفاع کنن از اون کشور. چنین چیزی در رابطه سعودی ها و آمریکا وجود نداشت و این موجب ترس سعودی ها میشه و تو سعودی ها تلاش میکنن که یک پیمان دفاعی استراتژیک با ایالات متحده ببندن. ممنونم از شما. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب از واشنگتن. دایان فاینستاین، مسن‌ترین عضو مجلس سنای آمریکا و با سابقه ترین سناتور زن در تاریخ این کشور، در 90 سالگی درگذشت. دفتر سناتور فاینستاین گفته او پنجشنبه شب در خانه‌اش همینجا در واشنگتن دی سی درگذشت. خانم فاینستاین اولین زنی بود که ریاست کمیته متنفذ اطلاعاتی سنا رو بر عهده گرفت. او برای 31 سال کالیفرنیا رو در مجلس سنا نمایندگی کرد. فاینستاین در سال 1992 بعد از پیروزی در انتخابات به سنا پیوست و بعد از اون 4 بار دیگر هم پیروز انتخابات شد. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از پیتسبرگ به ما پیوسته. آقای آرامش، میراث خانم فاینستاین رو چطور میبینید؟ ایشون خب همونطور که هم شما فرمودید در مقدمه این مصاحبه، از هر کسی دیگری برای ایالت کالیفرنیا بیشترین سابقه خدمت در مجلس سنا داشت. جالب اینجاست که من میخواستم نگاه بکنم ببینم مثلا در تاریخ آمریکا پنجم، 25 تا اولم نبود ایشون. آقای رابرت بر 51 سال خدمت کرد، مثلا تا 25 که رسیدم دیدم 37 36 سال بوده ایشون، فقط 31 سال در مجلس سنا بوده. نشون میده که مجلس سنا گهگاهی اونایی که میان توش و دوره‌اش هم 6 سال است چقدر اونجا خوششون میاد و میمونن و یا میمیرن اونجا یا اونقدر پیر میشن که عملا در کهولت بسیار استفا میکنن. یکی از انتقادات بسیار زیادی هم که به خانم فاینستاین بود از حزب خود من، از حزب دموکرات، این بود که شما سنتون خیلی رفته بالا در مجلس سنایی که الان 49 جمهوری خواه داریم، 49 دموکرات داریم و دو مستقل که با دموکرات ها متحدن، یعنی عملا 51 به 49 هست. خیلی سخته در کمیته ها اکثریت داشتن، به خاطر این موقعی که خانم فاینستاین به خاطر کهولت سن و به خاطر بیماری که داشتن نمیتونست بیاد در مجلس سنا، انتقاد بود که خب شما صندلی خود را استعفا بدید و اون قانونا دیگه آقای گوین نیوسومی فرماندار ایالت میتونه موقتا و برای ادامه ترم ایشون ادامه دوره ایشون یک سناتور دیگر منصوب کنه. ولی میخوام برگردم از دهه 50 میلادی صحبت کردن. من فکر میکنم دانشگاه از لحاظ سیاسی یکی از نسل های بسیار، دهه های بسیار پربار استنفورد بود. سال دههای 50، سال 52 54 55 خانم ساندرا دی اوکانر اولین زن منصوب به دیوان عالی کشور، آقای جاستیس، آقای رینکویست، اونم یکی از رئیس کل دیوان عالی کشور. اتفاقا خانم اوکانر و آقای رینکویست با همون سال هم که بودن دوست دختر و دوست پسر بودن، 75 سال پیش در دانشگاه، و ایشون هم فارغ التحصیل سال 55 دانشگاه استنفورد هست. یعنی یک فرهنگ حالا در غرب آمریکا، یک فرهنگ مقداری شاید باستر
دانشگاهی بود که برخلاف هاروارد یا ییل یا پرینستون حتی تو اون سالها درصد نمیذاشت که چند تا زن بخواد راه بده یا چند سیاه‌پوست بخواد راه بده و چند کلمه بخواد راه بده. مقداری محیطش آزادتر بود و دیدیم یک نسل جدیدی از رهبرهای سیاسی، چه محافظه‌کار چه لیبرال، اون دو نفر که قضات بودن همونطور که میدونید بسیار محافظه‌کار بودن، حالا خانم اوکانر کمتر، آقای رینکوست خیلی بیشتر، خانم فاینستان همونطور که میدونید یک لیبرال دموکرات بود، هر چند که مواضع بسیار معقولی هم در بعضی از مسائل داشتشون در سه کمیته بسیار بزرگ و بسیار اصلی در دوره‌های مختلف در سنا ریاست داشت که به نظر من اصلا مهمتر اول کمیته اطلاعات، بعد از اونم کمیته روز کمیته، کمیته قوانین داخلی خود مجلس سنا که این عملاً سازوکار یک مجلس رو برای اون دو سال آینده، ترم هر مجلس هم که می‌دونید دو سال هر ترمش عوض میشه، هرچند که سناتورها 6 سال خدمت میکنن ولی هر دو سال ما میگیم یک کنگره ترمش عوض میشه و این قوانین داخلی این ترم رو برای این کنگره نوشتن. من شخصی بود بسیار با نفوذ، انتقاداتی هم برش بود، میدونم شهردار سان فرانسیسکو بود و خب امروز که بعد از امروز میبینیم و میدونیم تو این چند ماه اخیر هم تقریبا ایشون به صورت 100% حضور ذهنی نداشتن، حضور فیزیکیشون هم خیلی محدود شده بود. خب ببینیم حالا نکته بعدی که آقای نوسم، گوین نوسم که فرماندار کالیفرنیاست، چه کسی رو انتخاب منصوب میکنه که ترم ایشون رو تا سال 2025 یعنی یک سال بعد ادامه بده. سال بعد اولین سه‌شنبه نوامبر 2024 انتخابات بزرگی خواهیم داشت در آمریکا، هم ریاست جمهوری هم کل مجلس نمایندگان و اون یک سوم از مجلس سنا که صندلی خانم فاینستاین هم در اون به انتخابات گذاشته میشه. الان سه کاندیدای اصلی رو که من میبینم خانم باربرا لی هست از شمال کالیفرنیا، نماینده سیاه‌پوست منطقه برکلی و اوکلند، بسیار بسیار از به حزب به قول ما تیپ تند چپ حساب میشن، در زمانی که ایالات متحده توسط القاعده حمله شده بود ایشون از 435 نفر نماینده مجلس نمایندگان تنها کسی بود که رأی نداد به حمله و آزادسازی افغانستان و سقوط طالبان و حمله به القاعده. نفر بعدی خانم کیدی پورتر هست که میخواد برای صندلی سنا ایشون کارزار داره، ایشون از اورنج کانتی ایرانی ها شاید خیلی بشناسن اسم خانم پورتر رو در منطقه اورنج کانتی. و نفر سوم هم آقای ادم شیف که از کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان میاد، یکی از رهبرهای استیضاح آقای ترامپ بود، منطقه تقریبا نزدیک لس آنجلس منطقه ایشون، ارمنی خیلی زیاد داره، ایرانی کلمی خیلی زیاد داره، ببخشید، و اخیراً هم موازی که گرفته در آذربایجان و به نفع اون به حمایت از ارمنی ها، خب هم بخشش بالاخره موازی ایشون در مورد جنگ، ولی خب منطقه شون هم بالاخره یک منطقه خاصگاهی داره که اونجا ارامنه زندگی و ایرانی بسیار زندگی میکنن. در مجموع سه تا کاندیدای اصلی هستن. همونطور هم که میدونید در ایالتی مثل کالیفرنیا اون چیزی که مهمه عملاً بردن در یک انتخابات سراسر ایالت، اون چیزی که مهمه بردن انتخابات مقدماتی است، چون عملاً یک دموکرات انتخاب خواهد شد، همونطوری که معمولاً در تگزاس یا آلاباما یا میسیسیپی یا عرض کنم به شما اوکلاهاما معمولاً یک جمهوری خواست. این سه نفر به نظر من الان مهمترین کاندیدا هستند که آقای شف یک کمی جلوتره. آقای آرامش، کوتاه اشاره کردید به وضعیت سلامتی ذهنی و فیزیکی خانم فاینستاین در این اواخر، فقط هم موضوع ایشون و اعضای حزب دموکرات نیست، انتقادات گسترده‌ای در مورد سن و سال اعضای مجلس این آمریکا وجود داره، از آقای میچ مکانل بگیرید که در این اواخر بارها وسط سخنرانی ناگهان فریز میکنه و نمیتونه به حرفاش ادامه بده، تا خیلی از چهره‌های دیگر، خود خانم فاینستاین که به تازگی فوت کردن، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و تعداد بسیار زیادی دیگر از اونها، بعضیشون در دهه 70 80 90 زندگیشون هستن و میدونیم برخلاف مثلا انتخابات ریاست جمهوری محدودیت دوره و اینها نداره مجلس ایالات متحده آمریکا. آیا شما موافق این هستید که یک محدودیت دوره یا محدودیت سنی بذارن برای اونها؟ نه، من موافق نیستم. من اینا میدونم که شاید در اقلیت باشم تو این، به دلیلم که محدودیت سنی نمیذارن چون خود نماینده باید به این رأی بدن، نماینده هم رأی نمیدن که برای خودشون محدودیت سنی یا محدودیت دوره رو ولی میشه متصور شد، چون زمانی ریاست جمهوری هم در آمریکا محدودیت دوره نداشت ولی بالاخره گذاشتن. دقیقاً درسته. من اینو راستش بخواید تا زمان آقای روزولت که ایشون تنها رئیس جمهوری که 4 بار انتخاب شد و در بدو دوره 4 ایشون سکته کرد و مد آقای ترومن آمد، قبل از اون نه، هر کسی میتونست هر چقدر بخواد منتخب بشه ولی هیچ کسی به سنت آقای واشنگتن بیشتر از 2 دوره انتخاب نشد.
در مورد مجلس نمایندگان مجلس سنا رو من ببینید، دوره های مجلس سنا اصلا طولانی تر 8-6 سال است. بخاطر شما 3 دوره انتخاب بشید 18 سال خدمت کردید. مجلس نمایندگان 2 سال است. به خاطر همین تعداد انتخابات بیشتره. خب بعد حوزه های انتخابی مجلس نمایندگان معمولا کوچکتر از سناست. البته بستگی داره دیگه، مثلا شما اگه در وایومینگ باشین یه دونه کنگرسمن داره 2 تا سناتور داره، یعنی اون کنگرسمنش مهمتر از اون 2 تا سناتور حساب میشه، چون عملا باید در تمام ایالت کمپین بکنه. ولی برگردیم سر قضیه این که کهولت سن آیا سوال هست یا نه. به نظر من این انتقادات با آقای بایدن، با آقای ترامپ و به بسیاری از رؤسای کلیدی در مجلسین واقعا وارده. در مجلس نمایندگان مکارتی نسبتا جوونه، حکیم جفریز دموکرات نسبتا جوونه، میبینید که در رهبری باز یه مقداری جوانگرایی بیشتر شده، اما در سنا اینطور نیست. سنا مثل یک کلاب خصوصی بسیار الیت میمونه. میدونه یه 100 نفر هستن که یک کلاب خصوصی خودشون، نمیخوام بگم خصوصی به معنی خصوصی، ولی یک جایی که به سختی هم میشه به سنا وارد شد. معمولا هم شما باید مناسب دیگری داشته باشید، فرماندار بودید، نمیدونم دادستان بودید، به خصوص نماینده مجلس بودید، اسم و رسمی در اون ایالت داشته باشید، شاید بیندگان براشون جالب باشه. در ایالات متحده هر ایالتی 2 سناتور خواهد داشت، فرق نمیکنه چه رود آیلند که اندازه سر سوزنه، چه کالیفرنیا که 44 میلیون جمعیت داره، یا وایومینگ که 700 هزار جمعیت داره، ولی تعداد نمایندگان مجلس بر اساس جمعیت تقسیم میشه. ایالت مثلا کالیفرنیا 53 تا داره، وایومینگ فقط 1. به خاطر همین معمولا برای سنا در یک ایالت رأی آوردن شما باید اسم و شهرتی داشته باشید که در تمام ایالت بشناسنتون. این نیاز داره که بالاخره یک کمی چند سال از سنتون گذشته باشه. اون کمپین کردن در یک شعاع 70 مایلی خیلی فرق میکنه تا کمپین کردن در یک کشوری که اندازه تقریبا عراق، مثلا کالیفرنیا یا تگزاسی که تقریبا، حالا اینا همه رو تخمینی میگم، ولی مثلا نگاه بکنید ممکنه یک کمی از ایران کوچیک‌تر باشه یا 2/3 ایران باشه، کشوری نه ایالت‌های بزرگن، یا مثلا آلاسکا تا آلاسکا جمعیت نداره ولی چیز بسیار وسیع است. ولی این مسئله جدی است، کهولت سن و اینکه همه ای کسانی که میان منتخب میشن، مثلا آقای نوت گینگریچ سال 1994 اون قرارداد با آمریکا، کانترکت ود امریکا، و اون انقلاب محافظه‌کارانی که راه انداختن و اومدن دموکرات ها رو بعد از 50 اندی سال اکثریتشون رو از مجلس نمایندگان گرفتن، یکی از قولاش این بود که ما قول میدیم تعداد ترما رو محدود بکنیم. اون هم نکردن. هر کس که میاد در مصدر این صندلی تکیه میزنه، هدفش میشه دوباره بعد انتخاب بشم، دوباره بعد انتخاب بشم. قدرت خیلی شیرینه. خوبی که حالا در این مملکت ما چک و بالانس داریم که مطمئن بشیم به فساد مطلق تبدیل نمیشه، ولی از لحاظ قانونی خیلی هم دوست دارن که اونجا بشینن و مسلس تکیه بزنن در این کرسی قدرت. ممنونم آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از پیتسبرگ. امروز پاکستان شاهد 2 انفجار مرگبار بود. در ایالت خیبر پختونخوا انفجار در یک مسجد باعث ریزش سقف شد و شماری زیر آوار گرفتار بودند. مقامات از کشته شدن 5 نفر خبر دادند. در انفجاری دیگه در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان هم بیش از 50 نفر کشته شدند. همکارم مریم ورسی جزئیات این تحولات پاکستان رو در گزارشی توضیح میده. انفجار مهیب در ایالت بلوچستان پاکستان، این بار در هنگام جشن مذهبی میلاد نبی، زمانی که تعداد بسیاری از مردم برای اجرای این مراسم مذهبی در اطراف مسجدی در منطقه مستون گرد هم آمده بودند. من در حال عبور از نزدیکی تجمع بودم که انفجار رخ داد. دلیل آن را نمی دانم، چون بعد از انفجار بیهوش شدم. آمار کشته شدگان هر لحظه بالا می رود و بیم آن می رود که بر تعداد آنها افزوده شود. یک افسر ارشد پلیس نیز در بین کشته شدگان است. ترسیده بودم، دیدم اجساد زیادی در اطرافم افتاده. در 2 ساعت اول حکومت محلی به کمک نرسید. مردم با خودروهای شخصی اجساد و زخمی ها را انتقال دادند. امدادگران در صحنه حاضر شده و مجروحان را به بیمارستان های اطراف انتقال می دهند، اما حال برخی وخیم است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و سخنگوی طالبان پاکستان محمد خراسانی دست داشتن در این حمله را رد کرده. 15 روز پیش در طی یک حمله انتحاری در همین منطقه چندین نفر زخمی شدند.
از جمله حافظ حمدالله، رهبر جمعیت علمای اسلام. پلیس ایالت بلوچستان بر این باور است که این یک حمله انتحاری بوده. سلسله حملات خونینی که مدت هاست این منطقه را به طور خاص در پاکستان هدف گرفته. منطقه تاریخی و جنجالی بلوچستان، سرزمینی که بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان تقسیم شده. اما فعلا نبض اتفاقات در منطقه بلوچ‌های پاکستان می‌تپد. مریم ورسی، لندن. نشست فرمت مسکو درباره افغانستان با حضور کشورهای منطقه با تاکید بر تشکیل حکومتی فراگیر و تامین حقوق زنان پایان پیدا کرد. اونها در بیانیه پایانی نشست از طالبان خواستند تا همکاریشون رو با کشورهای منطقه برای مبارزه با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش بدن. در این بیانیه اومده طالبان برای تکمیل روند صلح و ایجاد دولتی فراگیر و پاسخگو در افغانستان با نمایندگان گروه‌های قومی و سیاسی گفتگو کنه. در همین حال وزیر خارجه طالبان در حالی که به عنوان مهمان در این نشست حضور داشته از کشورهای منطقه خواسته به گفته او به جای تجویز نسخه با امارت اسلامی تعامل کنند. در 45 سال گذشته هیچ ایده خارجی مثل حکومت فراگیر نتونسته مشکلات افغانستان را حل کنه. ما اشکال حکومتداری رو برای دیگران تجویز نمی کنیم. بنابراین انتظار داریم کشورهای منطقه هم به جای ارائه نسخه برای تشکیل دولت در افغانستان با امارت اسلامی تعامل کنند. علت اصلی فروپاشی حکومت پیشین بحران مشروعیت در بین مردم به خاطر پذیرش فرامین خارجی ها بود که منجر به قیام مردم علیهشون شد. راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو با ماست. مدت هاست که جامعه جهانی به خصوص کشورهای که به شکلی درگیر موضوع افغانستان هستن حرف از این دولت فراگیر میزنن، ولی طالبان به نظر نمیاد هیچ ابایی داشته باشن از اینکه بگن اتفاقا اصلا دنبال دولت فراگیر نیستیم. اتفاقا من فکر میکنم خیلی وقتا طالبان گفتن که ما همین حکومت فراگیر رو داریم و نمونهش رو مثالهایی آوردن از افرادی که غیر پشتون هستن و به مذهب حنفی هم باور ندارن، به دیگر رسان مثل تشیع و دیگر زیر شاخه های تسنن عقیده دارن، به اونها اشاره میکنن و میگن ما این افراد رو هم داریم. استدلالشون تماما اینه. و وقتی مسئله زنان هم که میرسه که کاملا یک دیدگاه خیلی متفاوتی دارن. اما موضوع اینه که ایراده به طالبان درباره این حکومت فراگیر اینه که مثلا شما در بین 18-20 وزیری که دارین فقط یک نفر اونها یک هزاره هست و یک نفر اونها ازبک هست، در حالی که این عدد یکی دو رو میتونیم در مقابل 18-20 که میذاریم دقیقا همون مثال اینه که این حکومت اصلا حکومت فراگیری نیست. و استدلال دیگری هم که دارند این که خب میگن فعلا شرایط مساعد نیست و ما داریم روش کار میکنیم. یکی از این کارهایی که داریم میکنیم مثلا لوی جرگه است. وقتی ما لوی جرگه رو برگزار بکنیم، این تجمع گروهی از همه اقوام، ما اونجا نمونه از حکومت فراگیر رو داریم و اونا اون لوی جرگه در نهایت رأی میده به یک عده و اون عده هم میرن وارد و کار حکومتی میشن که اون ادم رو میدونیم اگر لوی جرگه انتخاب برگزار بشه اون افرادی که توسط لوی جرگه انتخاب میشه چه کسانی هستن. به نظر میاد که حلقه باطل شکل گرفته دیگه، یعنی که از طرف طالبان دائما دنبال شناسایی رسمی بین المللی هستن ولی هیچ کدوم از کشورهای حتی همسایه، حتی کشورهایی که در دورهای قبلی طالبان رو به رسمیت میشناختن مثل امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان هم اونها رو به رسمیت نشناختن و از طرف دیگه هیچ امتیازی هم حاضر نیستن بدن، نه در زمینه همین دولت فراگیر نه در زمینه زنان. آره، اوضاع یکم برای کشورهای همسایه سخت شده. مثلا روسیه، همین فرمت مسکویی که داریم دربارش حرف میزنیم، روسیه این ابتکار رو در سال 2017 آغاز کرد. اون موقع اصلا طالبانی در قدرت در افغانستان نبودن ولی از همون موقع داشت به این ایده حضور طالبان در قدرت افغانستان فکر میکرد، این فرمت رو برگزار کرد. این فرمتی که امروز برگزار شد در مسکو، در روسیه پنجمین نشست فرمت مسکو بود. روسیه ای هم که با وجود اینکه از طرف داره یک خط و نشانی برای آمریکا میکشه که میگه با وجود اینکه من دارم جنگ اوکراین رو دارم پیش میبرم، همزمان من میتونم در منطقه هم تسلط خودم رو داشته باشم و میتونم گروه طالبان رو بیارم به میز مذاکره. ولی حتی روسیه هم واقعا سخت خواهد بود تعاملش با طالبان، طالبانی که دارن گروه‌های تروریستی رو، همینطور که تاجیکستان گفت الان فعلا شاید بیشتر از 20 چند گروه تروریستی، نمیدونم سپاه صحابه است، داعش، القاعده است، جنب الله، این گروه‌ها همه اینا دارن در داخل افغانستان فعالیت میکنن.
برای روسیه هم مشکل خواهد بود که بخواد با این طالبانی که الان در قدرت هستن، اون طالبان دهه 70 دیگه نیستن، به تمام به خیلی از مسائل آگاه هستن و پشتیبان‌های خاصی دارن، نمیتونن با اینها به راحتی تعامل بکنن. مثلا کشورهای عربی هم که در این نشست عضو نبودن ولی به عنوان ناظر شرکت کردن، هم اونها هم همین نگرانی مسئله استفاده از خاک افغانستان توسط گروه های تروریستی و نکته دیگر همون مسئله قاچاق مواد تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج از این کشور، این دو تا نگرانی یک مسئله خیلی بزرگ است برای کشورهای همسایه. ولی خب در کنارش بعضی کشورها هم هستن که دارن تعامل میکنن. چین سفیر فرستاد برای افغانستان و طالبان هم اون رو قبول کرد. متقی وزیر خارجه طالبان تو این نشست گفت که از کشورهای منطقه خواست که ما با شما روابط دیپلماتیک داشته میخوایم داشته باشیم، بیاین شما هم مثل چین با ما روابط دیپلماتیک داشته باشین، چرا که نه، و ما میتونیم بر کنار هم این مردم رو از این وضعیتی که اصلا نجات بدیم. اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنی، احساس میکنم در استیصال نیستم برای این شناسایی بین المللی، برای اینکه همین به چین اشاره کردی، جمهوری اسلامی پاکستان بالاخره ممکنه در فرمت حقوق بین الملل نباشه ولی روابط دیپلماتیک دارن الان با طالبان و کمک های بین المللی هم حالا با سختی ولی دارن دریافت میکنن، یعنی اونطوری نیستش که خیلی بی صبرانه منتظر شناسایی بین المللی باشن. دقیقاً منم تصور من همینه که اونا عجله ندارن، چون میدونن که دیگه افغانستان از خط اول اخبار خارج شده، دیگه اولویت خاصی نیست و دیگه جامعه جهانی و آمریکا هیچ کسی در پی مبارزه نظامی و آغاز یک جنگ دیگه در افغانستان نیست. حالا هر چقدر هم اگر مثلا شورای ملی مقاومت برای نجات افغانستان یا همون جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود که همین امروز در فرانسه صحبت کرد و گفت که ما هیچ راه حلی برای صلح با طالبان نداریم و تاکید کرد بر جنگ‌های چریکی و گفت ما توسط این جنگ‌های چریکی طالبان رو میاریم به میز مذاکره، با وجود اینکه فرانسه داره از مثلا از احمد مسعود داره حمایت میکنه، با وجود اینکه مخالفت‌ها در داخل و خارج هست، ولی طالبان عجله‌ای برای به رسمیت شناخته شدن ندارن. ممنونم از تو راضی دانش، همکارم اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. تصاویر زنده‌ای داریم از آنهایم در کالیفرنیا گرد همای طرفداران حزب جمهوری خواه که برنامه رو با همون به پایان می‌بریم.